سلام بینندگان خوب برنامه مزه. چطور هستید؟ چی رو گفت؟ آره احوالتان چطور است؟ دوستای عزیز، شما میفهمین که ما غذاهای مختلف داریم، اما در این اواخر غذای خارجی که در سر زبان ها شده و غذای دلهای مردم ما شده شورمه است و ما هم امروز عوض یک شورمه را کردیم. میخواییم به یک شورمه بچشم، میخواییم ببینیم که مزید همی شورمه چیست، یک قدر طرفدار پیدا کردم و ما در یکی از رستوران ها آمدیم. این رستوران به نام پیزای مزه است. پیزای مزه در حالی که اینجا شورمه هم پخته میشه، اما من میخواییم ببینیم که چرا پیزای مزه میگم. با ما باشین تا آخر برنامه. همکارم هم در بخش کمره است، ما را همکاری میکنن که تا داخل بریم و برتان یک شورمه خوشمزه و لذیذ پخته کنم و بچشم. متاسفانه که جایتان خالی است، اما بازم ببخشین دوستا دیگه، با ما باشین بیاین داخل. خب دوستان عزیز، حالا میریم با یک چند دانه مشتری هایی که در این رستوران به خاطر غذا خوردن آمدن امروشان مصاحبه کنیم. سلام علیکم. سلام، خوب است؟ خوب است؟ شکر، تشکر، سلام هستم. چطور هستیم؟ چی کار میکنین؟ میشه من یکی از کارمندهای بانک مرکزی هستم. اسمتان؟ تیمور بیک امامی. آقای تیموری، چطور هستیم؟ چطور شد که امروز به این رستوران آمدیم؟ امروز یکی از دلایل عمده شمی بوده که بسیار زیاد گشنه بودیم و واقعا برگر مزه‌دار خیلی واقعا به شکل حقیقیش مزه‌دار است. نگاه آمدیم اینجا یک فرمایش دادیم که بالاخره تهیه شده، انشاءالله که ببرم با فامیل بطورم نوشیجان کنم. خب یعنی اینجا نوشیجان نمی کنی خانه می بریم؟ بله بله بله، یقینا. ماشاءالله ماشاءالله، مرد خانواده هم هستی؟ یقینا یقینا. خب من تعریف از شوربی از این رستوران تا بیشتر شنیدیم، شما چطور برگر فرمایش دادیم؟ من خود دفتن یک دو برگر، یکی بیف برگر است و یکی برگر سبزیجات است فرمایش دادیم، ولی همیشه شورمیش بسیار زیاد مزه‌دار است، واقعا خوردنی است. شما روزی جمعیه ای وفق گاه گاهی؟ گاهی تقریبا هفته دو بار سه بار. تشکر، بسیار زیاد تشکر. ممنون از شما. صحبه کردین، تشکر، زنده باشین. باشه یک دوست عزیزی با اینجا نشسته، امروز ازیام صحبه کنیم. سلام علیکم محترم، خوب هستی؟ سلام، خوب هستم. شما خوب هستید؟ اسمتان؟ محمد رضا مقصودی. چی کار میکنی؟ من استاد هستم. استاد محترم، چطور شد که شما امروز به رستوران چیزی فرمایش دادین یا نه؟ گفتم چند دفعه پیش یک برگر گفتم برای آماده کنم دیگه. آمدن به رستوران فقط زمانی که احساس گرسنگی میکنی میایید. گشنه شده بودم که آمدم. گشنه شدی میایم به رستوران و غذا خوردن؟ خب به شما گفتم به چی خاطر آمده. خب دیگه و برگر خوشمزه، واقعا خوشمزه. در کابل معمولا برگر، نمیدونم چرا اینا ساندویچ هایی که چیپس داشته باشه میگن برگر، ولی بیف برگر بهتر است در اینجا، من از استفاده میکنم. در این اواخر اگه زیادتر دیده باشین جوانه ما زیادتر فست فود میخورن، مثلا شورما، برگر، چیپس، پیتزا، دلیلش چی است؟ خب دیگه دلیل خاصی نمیتونه داشته باشه، معمولا طعم غذاهایی که آدم ها رو جذب میکنه. من فکر میکنم به ذائقه جوانها بیشتر اینا خوش آمده. غذاهای خارجی؟ غذای خارجی نه، غذای خوش تعمیر بگم بهتره. ما خارجی نمیتونم بگم، هر چی تو خوش، مثلا ما در هرات کچری گوشت لند داره، من خیلی خوب دوست دارم، او طعم خوبه داره، نه اینکه ما بگم به خاطر که غذای داخلی یا خارجی. غذای خوشمزه طرفدار دارم. پرویز زوریا هستم، مدیر اجرایی برگر مزه‌دار در شعبه کرته چهار است. خب شما برگر مزه‌دار یه شورمه هم تام؟ شورمه هم داریم که ما محصولات ما سه نوع برگر میباشه و یک نوع شورمه داریم. شورمه مزه‌دار ما در پهلوی زوم و پیزا هم داریم. به به، کلش غذاهای بسیار لذیذ و فست فود. بله بله، کلش انشاءالله که مزه‌دار است. تشکر، زنده باشین. خب شما برا همکاری کنین به طرف آشپزخانه. خب در قدم اول شما چی میکنین؟ اولین موادی که آماده میسازین چی است؟ ما اول گوشت گوشت میگیریم. باش اول دو سایز این دستکش های خدا نبو پوشن. مهمترین چیز؟ این گوشت سینه مرغ است. تشویق بده. سینه مرغ است که من اینجا میره توتا میکنن. بعد از او سینه مرغ فعلا که میادم بایید یک زدگی میباشه یک چاو میکنیم بادر که یک از یاوشو دیجا میونی که واسی کنم تاوش گرم اونداز دیجا میگم سبایست بکر گرم
درسته. یعنی مراحل اخترش ابتدا جیران پیدا میکنم که مراحل اخترش هستی سلایس میشه اخترکش رو دوباره بود بعد از چند مدت یک چند ساعت وزی روی گریل پخته میشه خب. ای که پخته شد بعدم دوباره روی گریل که ما مختلف است اون نازکتر است بخاطر که زود پز است یعنی یک کم دیر پخته است باز روی ازی دم میتومش ای امرای ترکاری خود یک جای دم میگیره و خوبی ازی شرمه مادهی است که ما ترکاری ما یعنی دم میتومش یعنی تفت میگیره یعنی پخته شدگی است پخته شدگی است ترکاری ما پخته شدگی است که یک دفعه ما امرای ششتن و میکروبایش از بین میره یک دفعه ما امرای پختنش کی وقتی که حرارت دهی ترکاری میخوره خود نرم میکنه و همو اساسیت خود بر خود نشان میده که هم لذیذ میه مزیش خوب میه و هم از لحاظ سی بودن هم خوب میه باز بعدن ماینوز زده میشه یا آماده برای مشتری میباشه که هر وقت خواستن ما در جریان یک ساعت میتونیم که زیباز استفاده بکنیم آقای عزیزی بر ما شورمه پخته میکنم موادش قبلا برتان معرفی کرده بودیم موادش بر ما میده کردن آماده ساختن خب آقای عزیزی حال بالای داش انداختین چی میکنین؟ پنیر گرم میکنین گرم شد باز اینجا نانش هم میمونیم باز نان چک چپ کردیم باز مشتری ها رو آیا میکنیم برای شما بفرمایید خب بینندگان عزیز خب ببینین بعد قط موادش بالای داش انداختن و طرف نانش میرن نانش نان مخصوص یا زن نان استفاده کردن؟ نه نانش نان مخصوص میباشد نان مخصوص شورمه دیگه به حساب دوستای عزیز نان مخصوص داره باز شما اگر دلخواه بود میتونی از نانه یادی هم استفاده کنی هیچ مشکل نیست نی؟ مشکل نیست باز مشتری هم که مواد شورمه که قبلا میده شده آیسته آیسته پخته شده رو ایش بالای داشتیم بله فعلا آماده گرم شدن است که ما اینجا گرم کنیم بعد از برای برای چند نفر هستید؟ فعلا سه تا شورمه جور میشه خب حالا یک دانه ما فعلا برای شما جور میکنیم یک دانه برای ما میخواین آماده بسازن چی بود بالایش انداخته؟ این ماینوز هستم خب ساس ماینوز بله ساس ماینوز بالای نان مندازن؟ بله بله ماینوز هم مندازیم نان چرب میکنیم بارو زیر شورمه رو بالاش بگیم برما بگوین موادی که در شورمه استفاده میکنید کدام ها هستن؟ خب ما بیشتر از 8 یا 7 مواد در شورمه خود استفاده میکنیم در کل ما فعلا چند تاشو به معرفی میگیرم که نمک چینایی است که در بازار در بین رستوران‌ها به نام نمک چینایی معروف است نمک ساده یعنی نمک که در وطن خود ما نمک عادی است یک نوع مساله است که چندین نوع مساله است که میکس است نام مشخص نام مساله تکه گفته میشه دیگه اصلا این کسایی که در کاروبار رستوران‌داری و آشپزی است اونا باز میفهمن ما یک مقدار یک مقدار روغن هم داریم که روغن مندازیم به خاطر از این که اختیش خودتر شود ماینوز داریم و به خاطر تند شدن شورمه خود ما چیلی ساس هم ساس تند استفاده میکنیم در صورتی که مشتری ما درخواست کنه ما تندش میکنیم روی چیلی ساس در آخر ما شورمه تیار هم موندیم که یعنی از این بروسه ما برمیگردیم و شورمه تیار ما آماده شده حالا بسته بندیش میکنن که بر ما آماده بسازه تا ما بچشیم بله بله فعلا شورمه را آماده میکنیم حالت بسته شده دوستای عزیز این شورمه مزه‌دار ما امروز است که بر ما تهیه کردن آقای احمد عزیزی بر ما آماده کردن معلوم میشه بسیار یک شورمه مزه‌دار است دیگه ما از این یک کمی میچشم واقعاً خوشمزه است. همین که مردم تعریف میکردن شورمه واقعاً یک غذای خوشمزه است. واقعاً یک غذای لذیذ است. و همیشه شنیده بودم که واقعاً اگر تشکر بسیار زیاد آقای عزیز بسیار یک شورمه مزه‌دار آماده ساخته بودین. دیگه واقعاً شورمه تان حرف نداره. بسیار زیاد خوشمزه است. تشکر بسیار زیاد. تشکر از اینکه تا ایدم با ما بودین قسمی که دیدین ما برتان تر سایه شورمه
شورمه را به معرفی گرفتم به شما و بسیار یک شورمه مزه‌دارم بود. واقعا من بسیار کیف کردم از خوردنش، بسیار خوشمزه بود دیگه. خداحافظتان تا برنامه دیگر، تا ویدیوی دیگر که ما در خدمتتان قرار بگیریم. شما را به خدای پاک یک دارم می‌سپاریم. خداحافظتان، خدا نگهدار.